نمیگیرم. علیک السلام. بسیار سرودی زیبایی قرائت کردن، همچنین شعر آقای بابایی بسیار زیبا بود. آخر مرا بسیار زیاد خنده گرفتیم. شما اسکلیت بندی آخر زیبا نظرم تمام نشده بود. باز یا که زیاد فشار آمده بود روی زی از طرف دوستا که احتیاط کو آخرش بند خودم آمان مثلی در سابق رواج بود در باری پادشاه ها بعد بعضی از شعرها می رفتن شعر می گفتن. باز از اونا یک هدیه چیز را دریافت می کردن. باز یک روز یک بنده خدای شعری بسیار جالب جور کرده بود برای پادشاه. وقتی رفت پیش پادشاه گفت که ای طاعتی تو بر همه عالم فرض. خیلی گفت که این طاعت و امر تو بر همه فرض است، واجب است که باید اطاعت بکنه. ای طاعتی تو بر همه عالم فرض. یک دفعه می تو فرد دومیش یادش رفت، هر کاری کرد که یادش بیا یادش نامد. پادشاه میگه خب بعدی آخر مجبور شد که گفت الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم في السماوات والأرض. دیگه این رقم قافیه را برابر کرد گفت که پادشاه گفت یک کمی طولانی نبوده مصرع دومیش. گفته که شانس آوردی که در عرض رسید در قافیه برابر آمد، اگه نه در طافی ها خالدون را میرفت. حالی هم یک کم برای فکر میکنم که به قول آقای بابایی که دموکراسی، آزادی بیان و گفتار انسان ها به نظر من باید یک مقداری آزاد باشد، نه اینکه ما خود را قید بکنیم، نه اینکه توهین و وحن و اهانت به کس دیگه هم بکنیم. به نظر من اینطوری هم تعامل ایجاد میشه، همی که باز استعدادهای بسیار زیادی استفاده میکنیم. صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بازم سلامی مجدد عرض میکنم خدمت تمامی شما دوستان و بزرگواران، خواهران و برادران که در مجلس جشن و سرور عید مبعث گرد هم آمدید. مقدمتان را گرامی میداریم از دست اندرکاران و عزیزان که زحمت کشیدن تا اینکه مجلس را به این سبک تدارک دیدن تشکر میکنیم. قبل از اینکه من صحبت ها شروع بکنیم از خانم ها و آقایان هم تقاضا میکنیم هم دعوت میکنیم که در ایام شعبان که ماه شادی اهل بیت است تقاضا میکنیم که سهم بگیرن، چی در شعر، چی در مقاله، چی در برنامه های دیگه در قسمت فرهنگی. میتونن تماس بگیرن، در بخش فرهنگی خانم ها فعال هستن، خانم جعفری، خانم رضایی و خانم میرزایی با اینا تماس بگیرن. اینا میرسانه به مسئول و هر کسی که مجری شد میرسانه. بالاخره سر بگیرن که خوبی در کنار همدیگه داشته باشیم. صلواتنا فرمایید. اللهم صل علی محمد. سخن را آغاز میکنیم با شعری از سعدی که من فکر میکنم هیچ شاعری به این اندازه زیبا درباره پیامبر اکرم نسروده و کوتاه در این حال با محتوا و زیبا که گفتن بلغ الاولا بکماله و مقاماتی والاتر و بالاتر رسید و سبب کمالاتش کشفت دو جا به جماله و تاریکی های عالم را شکافت و منور ساخت به نور جمال خودش. حسنت جمیع و خصاله، تمامی خصلت های او زیباست، بنابراین صلوا علیه و آله و صلوات بفرست بر او و بر خاندانی او. اللهم صل علی محمد و آل محمد. زی احمد تا احد یک میم فرق است،
ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. یعنی که گوش جهان حلقه کشی میم اوست، خود دو جهان حلقه تصمیم اوست. چطوری از کسی سخن بگوییم که قبل از ما کسای دیگه آمدن سخن گفتن و کسایی که ادعای سخن میتونستن نتونستن به کمال برسانن صحبت کردن را درباره شخصیت بالای پیغمبر گرامی اسلام. حتی کسایی که ادعا میکردن آخرش گفتن که گر تو میدادی مرا 500 زبان، شرح تو میگفتمی ای جان جان. یک زبان دادی و آن هم منکسر، در خجالت از تو ای دانای سر. اگر 500 تا زبانم میدادی برای مدح و ثنای تو بازم کافی نبود، یک زبان منکسر و زبانی گرفته دادی و چطوری بیم از مدح و ثنای تو سخن بگوییم. پیامبر گرامی اسلام همونطوری که میدانین امی بود، مشهور است که بی سواد بود، ولی مکتب نخوانده بود، یتیم بود. داستانی دوران کودکیش را میدانین و خواندین که از طرف پدر اول پدر خود نمی بینه، یتیم میشه و بعدش از طرف مادر خود. یک کودک بسیار رنج دیده و مصیبت دیده و سختی دیده، شاید بشود گفت که زندگی پیغمبر شاید با دوران کودکیش با زندگی خیلی از افراد جامعه ما و شما اتو شباهت داشته باشد. همو در بدیره ها یتیمی، فقر، بینوایی و سختی را جامعه ما و شما کشیده. مکتب نرفت، درس نخواند و درس ناخوانده ماند به نام امی بی سواد. ولی شیخ محمود شبستری میگه که امی و گویا به زبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. درست است که امی است، بی سواد است، ولی از الف آدم میداند تا میم مسیح را. ولی شما میگه ای تو یک دورانی را ترکت کودکیش. وقتی که نوجوان شد آدم بسیار حلیم، بردبار، صبور، با احترام و یک آدم صادقی که در جامعه خودش قبل از این که خودش ادعایی بکنه و بیای حرف بزنه از رسالت، لقب میگیره به نام محمد امین. رفتار و کنشش طوری هستن که مردم خودش به او اعتماد میکنن. چون همونطور که میفهمین که اکشن از لاور دن سپیک، عمل بالاتر از سخن است. اگر سخن گفته شوه و عمل پشترش نباشه تأثیر نداره. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، ز عمل کار براید و سخنرانی نیست. اگر 100 سال سخنرانی بکنم باز عمل پشترش نباشد هیچیست، به درد نمیخوره. ولی پیغمبر در اجتماع خودش طوری زندگی میکنه که پیر و جوان خواهان صحبت کردن با اوست. پیر و جوان اعتماد داره به او. پیر و جوان میدانه که رفتار ای با گفتارش یکیسته و همه اویی که او کسایی که با پیغمبر در ارتباط هستن میدانه که ای یک هماهنگی خیلی عجیب و غریبی را که بقیه واقعا نداره بین زبان، قلب و اعضا و جوارح خود ایجاد کرده. اگر زبانش یک چیزی را میگه قلبش تصدیق میکنه. اگر در قلب تصمیمی میگیره که در زبان جاری میکنه، با تمام اعضا و جوارح خود حاضر است او را به انجام برسانه. اگر هماهنگی بین این سه عضو نباشد، بعد از او باز مشکل پیش میاد که صبح بر کف تا
توبه بر لب دل پر از شوق گناه معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. ولی پیغمبر طوری رفتار کرد در اجتماع خودش که همه به او اعتماد کرد. زبانش یک، قلبش یکی و اعضا و جوارح و عمل کردش با گفتارش مناسب. خب غیر از او قبل از اینکه پیغمبر شود در تاریخ خواندیم که سرپرست کاروان می سازد یک یتیم را که از لحاظ طبقه بندی اجتماعی پایین است. در او زمان کی می آید سرپرست می سازد؟ مگه اینکه اعتماد وجود داشته بود؟ گذاشتن سنگ حجر الاسود توسط فیصله پیغمبر انجام می شود در صورت که پیغمبر ممکن است او زمان 24-25 همی دوروبراه سنش بودن. شما نگاه کن با بودن افرادی بزرگی مثل ابو سفیان و نمیدانم کلانای دیگر، کاری را که پیغمبر میکنه، عملی را که پیغمبر میکنه محبوب قلب ها واقع میشن. باز او تر است که وقتی که رسالت خود را میگن بیان میکنه جوان ها بیشتر کنارشتی هم میشه تا او کسایی که پیرستن مثل ابو سفیان اینا. چرا؟ چون که اونا حرف زیر بهتر میدن. اما چه قسم پیغمبر میشه؟ خیلی جالب است که کودکی سختی ها رو میبینه، کودکی میبینه در اجتماع خودش خونریزی است، دربدری است، این قوم او قوم دیگر رو میکشه، اختلاف طبقاتی داد میزنه و میبینه که کودکای ابو سفیان یا کودکای دیگر کس در ناز و نعمت زندگی میکنه، در جهنم زندگی خود را به سر میبره. و این وقتی که شبان است، چوپان است، گوسفندا یا دیگر شتر و چیزا را به صحرا میبره برای چرا، یک جایی رم در دامن کوه برای خود جور کرده به نام غار حرا پیدا کرده، در اونجا داخل میشه و همیشه با خود سوال های عجیب را تکرار میکنه که چرا محمد، چرا در جامعه تو اینقدر ناهماهنگی وجود داره؟ اگر میشه این کودک ها را آرام کنین که راحت تر باز میشه. چرا اینقدر اختلاف طبقاتی وجود داره در جامعه؟ چرا جامعه تو 9 ماه جنگ داره و 3 ماه مای حرام کده برای زی که تأمین معیشت خانواده را بکنن؟ و این علامت های سوال دور سر این کودک نازنین میچرخه و وقتی که شما از خود سوالات بکنین و هی تکرار بکنین به این سوالات که چرا چرا چرا، معترض باشین به وضعیت جامعه خود، بالاخره پیدا میکنین یک دریچه نوری را پیدا میکنین و از او غار تاریک اما ترکی گندمی در بطن زمین، در دل زمین پنهان میشه، مدتی پنهان میشه، بعد از پنهان ماندن ای حب یا گندم یا دانه ای رشد میکنه، بالا میایه، افکار مبارک پیامبر رشد میکنه تا به جایی میرسه که بله میگه که خب بنده ای من، تو آدمی هستی که در اجتماع اول خود را صادق ثابت کردی، اگر از این چیزا رنج میبری، از اختلاف طبقاتی، از خون و خونریزی، از قتل و قتال، ما برای تو یک پیام میتون اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان. اولین چیزی که به نظر من مشکل در جامعه ما و شما یا در دیگر جوامع اسلامی ایجاد کرده است یسته که فاصله گرفتن از خواندن کتاب هدایت. بخوان اینا میگه که اولین دستوری که به پیغمبر داده میشه بخوانستن، اینا میرن مکتب آتیش میزنن. خب این در کجا جور میاد که در اجتماعی که مکاتب و مدارس آتیش زده میشه، در اجتماعی که زن مادر میشه و اون مادر باید مؤلفه های شخصیتی یک انسان را به او بفهمانه و به او القا بکنه،
ایر از مکتب رفتن من عمل کنم و به صورت ازی اسید می پاشن. آیا همچو جامعه ای با داشتنی همچو یک افکاری میتونه یک جامعه ای پویا و مانا باشد؟ نه. چرا؟ چون اینا فاصله گرفتن از اقرا، از بخوان، که نخوندن، کتاب کنار گذاشتن، فقط به گوش خود اعتماد کردن. صلوات و چی خوندنی؟ اقرا به اسم ربک الذی خلق. اولا وقتی که میخوانی منیت رو بگذار کنار، بخون به نام خدا. یعنی هر کاری که میکنی، این جتنا منظور خواندن نیست، تمام اعمال و نیات و کردار و رفتار و گفتار و منشی تو برای خدا باشد. اگر برای خدا بود، در او اصلاح هم وجود دارد. اقرا به اسم ربک الذی. رب به معنای مربی است و تربیت کننده. بخون به نام پروردگار خودت، او کسی که تو را خلق کرد. باید توجه داشته باشیم که اگر دقیق به این کلمه توجه خود را یا خود را فکر خود را زوم بکنیم یا جامعه زوم بکنه، مشکل حل است. بخوان به نام پروردگار تو، کسی که تو را خلق کرد. پیام میته برای شما، مسیج میته برای شما که مردم اولا بدانین که اگر شما شکلهای شما فرق میکنه، کمایی که در آیه های دیگه میگه که و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، اگر شکل و شمائل و ایچیزام فرق میکنه، ولی خالق شما یکی است، ولی خدای شما یکی است. اگر شما مسیر خود را انتخاب کردین، دو نفر انتخاب کرد که از اینجا بره تا مثلا مرکز شهر، ای دوتا رفیق را هسته، و الا یکی یکیش در مرکز شهر میره و دیگهش میره مثلا در استوونه، ای دوتا رفیق راه نیسته. اول انسانها تمامش باید در یک مسیر قرار بگیره و اون مسیر انسانیت هسته، نه مسیر قومگرایی و قبیلگرایی و مسیر او چیزی که در افکار تو جور در آمد و او را بزرم که شده باید تحمیل بکنی. نه، تعامل ایجاد کن. چرا؟ علی علیه السلام که بی خود نمیگه که مردم اگر کسایی هستن با شما در جامعه استکاک و برخورد داره، اولا اگر از نظر ایمانی و اعتقادی با شما شریک نیسته، خب نباشد، بزرگ که نیسته، ولی در خلقت و انسانیت و انسان بودن که با شما شریک است. دیگه چرا با او برخورد بد میکنین؟ من فکر میکنم که ما زمانی باید مبعث را جشن بگیریم، یعنی انسانیت زمانی باید مبعث را جشن بگیرم که بجای تعریف معجزات و مدایح و صفتها، نه ای که منکر باشیم، نه، انسانهای آمدن، علمای آمدن، گفتن، زبان در مدح و ثنای اونا قاصر است، نه ای که مدح و ثنایشان انکار شود. ولی من میگم که نه، گفتن مدح و ثنا در شرایط امروزی کار را حل نمیکنه و کاری از پیش نمیبره. من میگم که بیاین با هم اگر بعثت را جشن میگیریم، پیام بعثت را بگیریم که این بعثت برای ما چی پیام داره؟ پیام وحدت، پیام دوستی، پیام زندگی مسالمت آمیز داشتن در کنار هم دیگر. باور داشته باشین که این پیام ها از اجتماع مسلمان دور شده، یعنی مسلمان ها این پیام ها را دیگر دریافت نمی کنن، کلن سیگنال های منفی دریافت می کنن و امواج منفی که اینا را وادار می کنن که در سوریه فاجعه انسانی خلق شود، در افغانستان فاجعه انسانی خلق شود. این کشت و کشتاری که در سوریه تحت نام اسلام و تحت نام مذهب انجام میگیره، این در کجای مذهب و دین و اسلام قرار داره و این در کجای پیام محمد صلی الله علیه و آله و سلم است؟ بنابراین
اگر مردم بیاین به پیام‌هایی که پیغمبر خدا برای او آورده، برای ما آورده، به اینا توجه بکنن، ما شاهد قتل و قتال و غارت و تجاوز و ستم و ظلم نخواهیم بود. و جهان عموطور که زمانی که پیغمبر از غار تاریک بیرون می آید با نور وحی الهی و لبخند در لب داره، اگر انسان ها این پیام این پیغمبر را بگیرن، تمامشان لبخند در لب می تانه داشته باشد. و الا نه، و الا نه، در کجای قرآن این همه ظلم و ستم، در کجای رفتار پیغمبر این همه ظلم و ستمی که مسلمان ها امروز به هم دیگر روا می دارد، در کجای از این پیامات شما می بینید؟ یا در کدام قسمت از تاریخ می بینید بر با قوم خود، با مردم خود و کسایی که با او در عقیده شریک نبودن چنین رفتاری داشته باشند؟ در کجای تاریخ است؟ آیا اینها از کجای اسلام و قرآن استنباط کردم که شیعه از سنی برتر است و سنی از شیعه، یا این قوم نسبتی به او قوم برتری دارد؟ درست است که و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را شعب شعب و قبیله قبیله خلق کردیم، ولی نمرید که این امتیاز باشد، لتعارفو، اگر رنگ ها را میبینید، کمپوزیسیونی از رنگ ها را در جهان میبینید، برای ازیست که ایجاد تعامل بشود و خستگی و یک رنگی نباشد. چون اگر تمام انسان های روی زمین، همه نزدیک چند میلیاردی که هست، ما دقیق نمیدانم چی دراغ بگویم، ولی 5 میلیارد فکر کنم، 5 میلیارد خورده هست، تمام از این 7 میلیارد، بله شاید دروغ، هر یک وقتا بگذاریم، همین 7 میلیارد را یا 5 میلیارد و هرچی هست، اینا را متحد و شکل اگر خلق میکرد خدا، آیا این خلقت پایدار و ماندگار میموند؟ نه، خسته میشدن مردم از هم دیگر، یا جهان را فقط مثلا فرض کوی کسایی که ضد زن هستن تمامش مرد خلق میکرد، این زندگی دیگه چی زندگی بود؟ یا این که تمامش زن خلق میکرد مرد نمیبود؟ خب نمیشه. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، برای که همدیگه را بشناسین. بعد میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی در نزد خدا عزیز است که تقوایش بیشتر باشد. بندگی تقوا به این است که خود واسه بازم نگویم که تصویر دست خود میگیره در کد نماز میگه میخوایم حاج جعفری بعد بگیره که اینطوری است. نه، تقوا چیزی است که او پیامی که به صورت درست از طرف خدا و بندیش، که بندیش بنده رحمت و پیامبر رحمت نامیده میشن، او پیام بگیره. صلوات و نعت فرمایید. پیام چیست؟ پیام ای انسان ها، خیلی ساده تر، به زبان ساده تر اگه بگویم، پشتونا، شما درست است که پشتون هستید، ولی باز بنده خدا هستید. هزاره ها، شما باز بنده خدا هستید. شما هر دویتان مخلوق یک خالق هستید، مخلوق یک خدا هستید، در روی یک زمین زندگی میکنید، از نسل یک انسان هستید. پشتونا از نسل دیگر نیستند، نسل آدم ها هستند. هزاره ها از نسل دیگر نیستند، نسل آدم و حوا هستند. آی کسایی که به این تفکر میرسین که بنده یک خدا هستین و اولاد یک آدم و حوا، چی چیزی باعث شده که شما هم دیگر خون هم دیگر میریزین؟ مگر یکی در اونجا یک کلمه منیت باشد و خودخواهی باشد، که چقدر عشق در چشم بیوزن آمکن، که چقدر اطفال را بی سرپناه و یتیم میکنه، که چقدر انسان ها را به نام مذهب، به نام ای که ای ایدئولوژی مخصوصی مسته، اگر هر کسی علیه ای باشد علیه مسته. خب بابا جان، اگر بنا باشد حتی تو حق باشی، مگر موسی حق نبود؟ مگر در قرآن تو داستان موسی و قومش ذکر نشد؟
موسایی که میره مردم هدایت میکنه، مردم دعوت میکنه، مردم میگه برو موسا تو بیکار هستی. آخر کارش میگه، میگه این همه زحمت میکشم اینا، خدای یک نفرین میکنه اینا رو، همه رو نابود کن. خدا میگه خیلی خوب موسا، تو دو عصبانی نمیدونی چی کار میکنی، تو داغی نمیدونی. مثل او یاری که تصادف شده بود، گفتن مرده، آره یک طرف فکر زارین زنده ها، اونایی که زخمی هستن یک طرف. یکی بنده خدا رو در جمع مرده ها انداختن، گفتن که آقا زنده هستم نندازین اون طرف. گفت نه تو داغی، نه نمیفهمی مردی. خلاصه آره، گفت موسا تو داغی نمیدونی. خب خیلی خب، من حرف تو رو قبول میکنم، این کار رو میکنم، ولی به شرط ازی که تو برای من خدا چی تو کوزه درست کن. وقتی که اینا خوش شد، من عذاب نازل میکنم به این قومی، تو اینا رو همه رو از روی زمین برمیدارم. خیلی خب، موسا هم دیگه عزمش جزم شروع کرد به ساختن این کوزه و اینا. نزدیکی های خشک شدن این کوزه ها بود، یعنی باران آمد، باران آمد و کوزه ها رو خراب کرد. یک دفعه موسی داد میداد، خدایا من چه جور زحمت کشیدم اینا رو گرفتم، این کوزه ها رو نزدیک بود خشک شد خراب کنی. گفت موسی کوزه گیری تو به تو ارزش داره، بنده هایی که من خلق کردم و این همه زیبا ها، زیبایی هایی که در طبیعت و در انسان خلق کردم برای تو ارزش نداره. درست است که هم عقیده تو نیست، ولی بنده ای من هستم. ببینین نازم این خدایی که این همه بنده خدا دوست داره. اگر کسی خود را بنده خدا میگیره و مخلوق خدا، دیگه در او تعصب نباید وجود داشته باشد. این پیام را بگیریم. بعثت و طوری نیست که بیایم کنار هم دیگر بشینیم، فقط لحظه سخنی گفته باشیم که پیغمبر نمیدونم پای خدا در زمین زد، آب کشید، اینا درست است. بعض خیلی چیزهایی تعریف میکنم از معجزات پیامبر که کسی منکر شده نمیتونه، ولی بیاییم در تای اجتماع را بگوییم، بین بررسی بکنیم که در اجتماع ما چه چیزی حاکم است. در اجتماع ما، ما اگر طریق زندگی کردن درست ما بلد استیم، وظیفه انسانی ما ایجاب میکنه که اگر ما خود را هزاره متمدن، هزاره که خود را در چارچوب قانون و مدنیت سازگار کرده، برادری پشتونش یا تاجیکش یا ازبکش اگر روش زندگی را بلد نیست، به اونها بفهمانه توسط حرکتهای مدنی خود. بفهمانه برای زو خیلی راحت تبیین بکنه که برادری پشتونی من، تو رو به عنوان برادری بزرگ خودم قبول کدوم، ولی ما تقصیریم دی وسط چی است که تو در قندار و لشکرگاه و هلمند مدارس خود آتیش میزنی و چه هزاره که درس میخوانه، ما چی کار کنم که اینا در دانشگاه قبول نشوه؟ اینا به صورتی مدنی شما طور که دانشجویا اعتراض کردن، اعتراض بکنین، یاد بدین نه یکی ما کاسه داختر از آشو مثلی و آدمی که رفت در آمریکا یا در هر جای دیگه که هست، آقای اللایاری رد زد یک سری افکار را تحویل جوانا داد که فقط آتش، فقط تفرقه، فقط نیرنگ و فریبکاری. دین اسلام ای تو یک دین نیست. دین اسلام همونطور که پیغمبرش پیغمبر رحمت است، رحمت است برای تمام جهانیان، همونطور که پیغمبر در کنارش یهودی ها زندگی میکنه، خدا بهش دستور میده که یا رسول الله، ای رسول من، ای بنده من، وحجرهم حجرا جمیلا، اگر از اینا دور رفتیم دوری تو زیبا باشد. از مردم اگر گفتی چیزی را، زیبایی های مردم بگو. قولو للناس حسنا، چی کار داری با بدی های مردم؟ تو مگه خودت کم بدی داری؟ خودت گنج به قول زو چیزی که گفتن، همه عیب ها را داره، هر از هر عیب زی که اگه 5000 جرمه بکنیم خود زی گنج است، با خود ما گنجیم. خلاش خب، صحبت ها که مانده بود، خب بالاخره درد های اجتماعی زیاد است، مطمئنم خلاص نمیشه. من فکر میکنم که پایان بخش صحبت همو چیزی باشه که پیغمبر او را، هیچ دینی شما برین مطالعه بکنین، هیچ دینی دستور نداده پیغمبرش، بزرگایش، حتی دانشمنداش که علم را فرض بکنند، واجب دینی باشد که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، فراگیری دانش و علم
بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. پس اونایی که مادر ساتش میزنه یادتون باشد که مسلمانیتشان زیر سوال میره، چون خب مسلمانیت زمان زیر سوال میره که به حرف پیغمبر گوش نمیدن دیگه. خیلی راحت خدا میگه که از خدا اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از رسولش اطاعت کنید و از اولی الامر او. بنابراین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل